سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال روزانمون. امیدوارم در هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما اعضای محترم کانال هستم. ببینیم چه خبر است در انرژی های شما. مثل همیشه از کارت های هیجانی برای خواندن انرژی های شما استفاده می کنم. ببینیم انرژی های شما چی هستش دوستان. خوشحالین، به به، شادین، چقدر خوب، چه کارت های چه به به و قشنگی دوستان. و بعدش ببینیم که کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگویند. یه کارت دیگه برمیدارم. خب ولی دفاع میکنین از خودتون، یه حس دفاعی دارم اینجا میبینم، مثل اینکه مثلا من خوشحال هستم، خندان هستم، یک حساری دور خودم میکشم که کسی نیاد این خوشحالی منو دست بزنه بهش. مال خودم هستش، حق دارین، مال خودتونه. تلاش کردین برای رسیدن به این، من تو را آسان نیاوردم به دست. یاد گلپای عزیز بخیر. خب بریم ببینیم کارت های بعدی بهتون چی میگن. ببینید دوستان عزیز، بله ببینید، یک حالت خوشحالین، شادین، در رو دارم میرم روی خودتون دارین میبندین، متفکر هستین، به خاطری که نمیخوام که کسی بیاد این حال خوب من رو به هم بزنه، کسی بیاد باعث دل شکسته من منو به یک به قول معروف حال بد بخواد بفرسته. و خیلی هم راست میگین، حق با شما هستش، در این نداره که بخوایم به قول معروف هر کسی رو راه بدیم توی زندگیمون. و اینجا هم دارم میبینم که بله، باز هم یک شروع، یک سبکبالی، رنگ سبز بسیار زیبایی اینجا هستش که واقعا حرف از همین حال خوب شما داره میزنه. خب یه سریاتون شرایط سختی رو پشت سر گذاشتین دوستان تا اینکه به اینجا بخواین برسین. من تو رو آسان نیاوردم به دست، حالا هم که به دست تو آوردم دیگه اینجوری ولت نمی کنم، از شرایط سختی گذاشتم و اینا دارم میبینم که شادی و خوشحالی و یک دوره جدید، ببین جان دوباره گرفتم و من اینجا دارم براتون میبینم. من کارت دیگه رو میریزم، بریم کارت دیگه بهتون چی میگم. خب و اینجا دارم درایتتون رو میبینم، ببینیم. و اینجا دارم میبینم که درس آموختم برای من، دوتا کارت یکی درس آموختم دیگه، با خرد و درایت را برخورد میکنم حتی در ارتباط با دوستان. ممکنه یه سریاتون دوستان الان این چند وقتا یه سری از دوستان هم کنار بذارین، این چند وقتی که داره میاد یک سری از افراد رو از زندگیتون شاید خارج کنید. ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. من این کارت ها رو مخلوط میکنم و اینکه ببینیم که چی بهتون میگه. خیلی تلاش کردیم دارم میبینم تو رسیدین به این حال، حس حال خوب دوستان. ممکن استش که عزیزان دل یک سری از افراد یا شخص خاصی در روی شما بسته بوده و یه حالت دفاعی داشته و الان دارم میبینم که یک دوره جدیدی پیش رو دارین با این شخص، ممکن هستش و این به خاطر همین هستش که شادی شما هست. خب بریم ببینیم دوستان عزیز چه انرژی با شما هست. واو، میگه خواب و رویاهای شما داره تبدیل به واقعیت میشه، همون کارت حاجت روایی براتون هستش و من خیلی خوشحالم. انرژی مثبتی که بره به سمت شما میاد یک حس ششم قوی دوستان، این که میتونین به اون ندای درونی خودتون گوش کنین و اعتماد کنین و چالش شما این هستش که موفقیت خودتون باور داشته باشین و اینکه ادامه بدین در راه موفقیت. خب عزیزان دل، این از این. ببینیم تاروت در ارتباط با کارت های دیگه ابعاد مختلف زندگی شما چه چیز رو میگه. من کارت ها رو خوب مخلوط کنم.
بریم ببینیم، من رو بپرونم بهتر هستش. خب در ارتباط با مسائل احساسی شما دو تا کارت اینجا افتاد، یکی و دو تا، و اینکه او خیلی خدا بده برکت، نه دیگه خیلی کارت افتاد. این کارت رو جمع کنم، اینا هم یه جوری بذارم که شما ببینینشون، و اینجا هم این کارت هستش. خب عزیزان دل، اینجا من چیزی رو که دارم میبینم این هستش که در ارتباط با مسائل احساسیتون عزیزان دل، دارم میبینم که داره یک تعادلی داره برقرار میشه. این تعادل زمان میبره، زمان بر هست، احتیاج به پشت کار داره، احتیاج به این داره که در همین راهی که هستین راهتون رو ادامه بدین. دارم میبینم که تلاش خودتون رو دارین میکنین، و اینکه برای اون دوستانی که شاید در یک درگیری با شخصی بودین یا اینکه در یک رابطه سختی بودین، دارم میبینم که یک به هر حال تعادلی داره برقرار میشه، تصمیمی داره گرفته میشه دوستان عزیز، و این با به لطف و مرحمت شاید همون پرشکار خود شما هستش. در ارتباط با مسائل کاری شما دوستان، اینجا اینا کارت ها رو من بذارم و بریم ببینیم کارت های دیگه چی بهتون میگن. کارت دوم، اوکی. خب 4 تا کارت براتون افتاد. من احساس میکنم که اون جایی که دارین کار میکنین، یا اینکه در ارتباط با مسائل قضایی، در ارتباط با مسائل مسکن، حتی در ارتباط با مسائل اداری، دوستان دارم میبینم که یک هماهنگی داره برقرار میشه، اونم به لطف یک سری از کارهایی که انجام دارین میدین، یا اینکه توسط اشخاصی دارین انجام میدین. یک قرارداد ممکنه برای یک سری باشه، برگشت یک هارمونی، و اینکه یه حس حال خوب. یه مسئله که خیلی وقت هست ممکن هست منتظرش هم هستین دوستان، اون استرابی که شاید در درون شما هستش داره تبدیل به یک مسئله خوب و بهتر میشه. و اما ببینید در ارتباط با مسائل مادی شما چه خبره، ارتباط با مادیاتتون چه خبره. خب دو تا دیگه کارت اینجا افتاد در ارتباط با مادیات، اوکی. دو 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 دو. خب مثل میمونه که دوستان در ارتباط با مادیات طلا ببینین، منتظر این هستین که یه اتفاقی بیفته و اینکه یک تعادلی برقرار بشه توی زندگی مادیتون. این در حالی هستش که دارم میبینم که همه اطلاعاتو دارین که کاری بخواین انجام بدین، مثل اینکه یک قدم مانده که بخواین کاری رو انجام بدین. خب این از این، یا اینکه منتظر یک خبری هستین، منتظر یک مسئله هستین که بتونین بر حال این مادیات رو درست کنین. روزهایی که داره میاد مثل میمونه که در یک انتظاری هستن برای یک مادیاتی دوستان. خب حالا بریم ببینیم با هم دیگه دوستان عزیز در ارتباط با مسائل احساسی کارت ها چه چیزی رو بهتون میگن. پیام، اوکی. و اما کارت بعدی میشه، اوکی. خب ممکنه در ارتباط با مسائل احساسی دوستان پیام و پیامک بازی داشته باشین، حالا که با یا با شخصی که در این رابطه شما احساس میکنین که بهتون خیانتی شده، یا اینکه خبری به گوشتون میرسه که ممکنه که شما حس کنین که بهتون خیانتی داره شده دوستان. و اما بریم ببینیم که در ارتباط با شما دوست عزیز محترمی که دارین این فال نگاه میکنین، یین مقدس چه خبر است؟ حرف هست این میذاره که من متمرکز هستم و من همه چیز رو به صورت لوجیک و منطقی بررسی میکنم و
کارت بعدی میگه که من احساس میکنم که رها شدم و میترسم از این که تو دیگه هرگز بر نگردی. اوکی عزیزان دل، من توجه کنید، من احساس میکنم که یک سری از شما دوستان عزیز در یک مسئله احساسی اگر سرخورده شدید، جای دیگه دارین اون رو با کار و با تمرکز روی مسائل دیگه پر میکنین، خلاهای زندگی احساسیتون رو دارین پر میکنین، ولی از جانب دیگه دوستان عزیز یه سری از شما ترس از این دارین که به طور کلی در یک پروژه‌ای که هستین این پروژه خراب بشه، بنابراین تمام سعی و تلاش و تمرکزتون بر این پروژه هستش. خب حالا بریم ببینیم یانگ موتوری یا شطوری در چه حالی هستش، امروز موتوری هستش یا امروز شطوری هستش دوستان، ببینیم با هم دیگه حضرت یانگ علیه السلام در چه انرژی هایی هست. یک کارت برگشت. امروز خیلی موتوری جون شده، میگه که من به طور من روز خوبی رو گذروندم و لحظات خیلی خوبی رو به لطف تو پشت سر میگذارم، حالش خوبه بچه‌مون، و وابسته میگه که من میترسم که تنها بمونم و اینکه نمیخوام این مسئله رو به خاطر تو از دست بدم. از جانب شما فکر میکنه، از جانب دیگه به قول معروف یه دستش شما رو اینجوری دو دستی گرفته، با یه دست دیگه‌اش داره پستون میزنه، یعنی همین که وقتی به شما فکر میکنه حالش خوب هستش و گل و بلبل و نمیدونم پروانه و شمع و چرخ و فلک در کنارش هستن، از جانب دیگه هم میبینیم که نه، یه جوری دیگه ننه جون و عمه جون و خاله جون و داداش جون و نمیدونم کی 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 کو جون براش مهم هستن که مبادا حالا که من حتی از نظر فکری اونها رو بیازارم به خاطر اینکه به تو فکر میکنم. دیگه دوستان عزیز چه بهتون بگم، این بنده خدا یعنی کلن مغزش برعکس کار میکنه. خب حالا بریم ببینیم پیام شخص مورد نظر شما برای شما چه چیزی هست دوستان. اپ 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 ببخشید، پیام شخص مورد نظر شما برای شما. خب میگه که من نمیخوام، من حالم خوب نیست ببخشید، و احساس میکنم که در زندگیم حالم خوب نیست، در جسمم حالم خوب نیست، در فکرم افکارم حالم خوب نیست و همه چیز سیاه میبینم و تار میبینم و این شرایط بر من خیلی سنگینی میکنن و باید تصمیمی رو بگیرم. خب بگیر بنده خدا دیگه، چرا خط آچار پیشگوشی میکنی توی مغزت. و ما ببینیم برای نیت شما دوستان، نوبتی هم که باشه نوبت نیت شما هستش، نیت کنین دوستان تا اینکه من یک کارت براتون بکشم. نیت کنین ببینیم که یک کارت براتون بکشم. خب یک کارت خودش افتاد و جواب شما مثبت هست با تلاش دوستان و با گذشت زمان، که هیر نزنین دوستان، این نوشته گذشت زمان. خب ببینیم توصیه کارت ها در ارتباط با نیتتون چه چیزی هست. حقیقت رو میگه بگین. اینجا حرف از مکالمه هم میزنه، مذاکره هم میزنه، تلاش هم میزنه، مدارا کردن هم میزنه، و اینکه اینجا میگه که حقیقت رو بگین. خب شما هم حقیقت رو بگین، ببینیم چی موش پیش خواهد آمد. و ما ببینیم که فرشتگان مهربان در ارتباط با شما چه پیامی دارن. چرا بر نمیگرد؟ خب بالاخره یکی برگشت. تصویر سازی به روشنایی و به وضوح آنچه را که میخوای ازش تصویری بساز و قلبت و روحت رو حس کن و همه آنچه را که میخوای به حقیقت خواهد پیوست. الهیامی و عزیزان از دست رفتن و دوستان، یک کارت براتون افتاد، میگه که از من کمک بخواه، تو میتونی ازم کمک بخوای هر دفعه که تو اونو بخوای و من میتونم اونجا حضور داشته باشم و آنچه که در قدرت من هست رو میتونم انجام بدم برای که حالت بهتر بشه. زمان با تو همراهی میکنه و هر روز آنچه را که تو میلت هست رو
احتیاجت هست رو به تو خواهد داد، هدیه خواهد کرد. روز روح تمام عزیزان از دست رفتم و در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل، این فال شما بود و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش دوستان، و تا فال دیگه خدا نگهدار.